نهاد فیفا یا ناظر بر روند انتخابات در هرات از عدم برگزاری انتخابات در برخی از والیسپالی‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان این نهاد در هرات می‌گویند در حومه بسیاری از والیسپالی‌های هرات انتخابات از بهر موجودیت تهدیدهای بلند امنیتی برگزار نخواهد شد. از سوی هم فعالین مدنی هرات نگران استفاده از سیستم بایومتریک در این روند هستند. به این گزارش توجه کنید. نگرانی نهادهای ناظر بر انتخابات از موجودیت ناامنی در والیسپالی‌های هرات. این نشست از سوی نهاد فیفا یا ناظر بر روند انتخابات با حضور شماری از فعالین مدنی و مسئولان به هدف ارائه راهکار برای برداشتن چالش‌های سد راه انتخابات برگزار گردیده است. مسئولان نهاد فیفا در هرات میگویند در مراکز برخی از والیسپالی‌های هرات هم اکنون کارزارهای انتخاباتی جریان دارد، اما در حومه والیسپالی‌ها به دلیل تحرکات مخالفان مسلح دولت انتخابات برگزار نخواهد شد. و اکثرا در مرکز والیسپالی ما انتخابات داریم، نظارت میکنین و در اطراف بعضی والیسپالی‌ها ما هم نظارت کرده نمیتونیم، پروسو هم نمیتونه در اونجا انتخابات. مثلا اطراف والیسپالی اوبی، والیسپالی شندند، اینا در اطرافی و امکان نیست که انتخابات برگزار بشه. اساتید و آگاهان امور و در پیرامون خود همین که چگونه بتوانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، خب نظر دارن و میشه که ما از نظر اینا برای بهبود روند استفاده بکنیم. افغانستان برای نخستین بار در تاریخش انتخابات الکترونیک و استفاده از سیستم بایومتریک را قرار است تجربه کند. تجربه‌ای که استرس و دلهره را میان فعالین مدنی ایجاد کرده است. شماری از فعالین مدنی در هرات می‌گویند بر علاوه تأمین امنیت پروسه انتخابات، استفاده و بکارگیری از سیستم بایومتریک یکی دیگر از نگرانی ها در این روند به حساب می آید. امیدواریم این دستگاه ها به تمام مراکز برسه و دستگاه های بکاپ هم همچنان وجود داشته باشه، چون از گفته های کمیسیون انتخابات به نظر می رسید که مراکز دستگاه ها وجود داره، منتها دستگاه های بکاپ به خود دفتر مرکزی انتخابات. همین دستگاه های بکاپ امیدواریم به کل مراکز به صورت منظم ارسال بشه. شنیدن به سمت هرات حرکت میکنه، معمولا سعی میکنه که کارت، تذکره و یه چیز همراه خود نداشته، چون بین را ممکنه با مشکل برخورد بکنه و این نگرانی همچنان پابرجا هست. این در حالی است که مسئولان محلی به ویژه نهادهای امنیتی طی هفته‌های اخیر از آمادگی‌های نیروهای امنیتی برای برگزاری انتخابات در فضای امن اطمینان دادند. به باور کارشناسان برگزاری انتخابات امن و شفاف بدون همکاری مردم ممکن نیست. نیروهای امنیتی قادرند تا حوزه انتخاباتی را تأمین امنیت بکنند و در پهلوی امنیت و مسئولیتی که نیروهای دفاعی امنیتی داره، رسانه هم باید به مردم آگاهی بدن. بر اساس برنامه کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات مجلس نمایندگان به تاریخ 28 میزان در سرتاسر کشور برگزار شود. این در حالی است که بیش از 550 هزار تن در هرات برای اشتراک در این روند ثبت نام کردند.